به دنبال بالا گرفتن خشم و اعتراض مردمی، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان و محکومیت‌های بین‌المللی یورش وحشیانه پنجشنبه 28 فروردین به زندانیان سیاسی در زندان اوین، رژیم به یک فقره عقب نشینی دست زد و اسماعیلی رئیس جنایتکار سازمان زندان‌ها را برکنار کرد. رئیس دستگاه قضا غلام حسین اسماعیلی رو به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران ارتقا داد. اسماعیلی تا قبل از این ریاست سازمان زندان‌ها را بر عهده داشت و با ارتقایش به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر تهران علی اصغر جهانگیر به ریاست سازمان زندان‌ها منصوب شد. رئیس معزول سازمان زندان‌های رژیم مدعی شد مقدمات رفتن او از سازمان زندان‌ها از 4 ماه پیش مشخص شده بود. اما این دشخیم نگفت که چرا درست بلافاصله بعد از حادثه بند 350 اوین از این کار برکنار شده است. پس از حمله جنایتکارانه به زندانیان سیاسی، مقامات قضایی رژیم در وحشت از عواقب این عمل جنایتکارانه سراسیمه به صحنه آمدند و تلاش کردند یا با دروغگویی و انداختن تقصیر به گردن زندانیان آن را لاپوشانی کنند و یا حادثه را کوچک نمایی کنند. اما جنایت آشکارتر از این بود که مقامات قوه قضایی رژیم و سایر مقامات رژیم بتوانند آن را انکار کنند. نفرت عمومی از ضرب و شتم زندانیان سیاسی آنچنان بالا گرفته است که چند نماینده مجلس رژیم از ترس واکنش‌های اجتماعی مردم به وزیر دادگستری آخوند روحانی تذکر دادند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت آخوند حسن روحانی تلاش کرده بود حادثه ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط جلادان حکومتی را کوچک نمایی کند و در این رابطه گفته بود درگیری در بند 350 اوین چندان جدی نبود و بیشتر بحث بازرسی از بندها مطرح بود. ما تحقیقات اولیه را آغاز کردیم و بر اساس آنچه که گزارش شده اخبار منتشره درست نیست، بلکه تنها یک روال عادی بازرسی از بندها بوده که در دو اتاق مقاومتی صورت گرفت. البته درگیری شدید نبود، بلکه یک مختصری کوفتگی و جراحت برای یکی دو نفر از زندانیان رخ داد که با درمان سرپایی بهبود پیدا کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم نیز مدعی شد به این دلیل دشخیمان رژیم به زندانیان سیاسی یورش بردند که یک سری مطالب کذب و دروغ از داخل زندان به برخی افراد معاند مانند احمد شهید، گزارشگر دروغگوی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و رسانه‌های بیگانه داده می‌شد. از این رو بررسی و بازرسی بسیار بیشتر لازم و ضروری بود. این اقدام برای افزایش امنیت زندانی‌ها و حفظ امنیت محیط زندان است تا حادثه‌ای در این مراکز رخ ندهد. به رغم برکنار شدن رئیس سازمان زندان‌ها، پایداری زندانیان و خانواده‌های آنان ادامه دارد و موجی از حمایت‌های اجتماعی را برانگیخته است. 12 تن از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در پشتیبانی و همبستگی با زندانیان سیاسی بند 350 اوین اعتصاب غذا کردند. زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان طی بیانیه‌ای یورش وحشیانه و خونین به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را محکوم کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های آزاد تهران نیز طی بیانیه‌ای حمله وحشیانه دشخیمان رژیم آخوندی به زندانیان سیاسی بند 350 اوین را محکوم کردند و با خانواده‌های آنها اعلام همبستگی نمودند. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به تهاجم وحشیانه رژیم به زندانیان سیاسی در بند 350 اوین دستبند سیاه به دست کردند و روز سه‌شنبه 2 اردیبهشت در پارک کیانوش آسا تجمع نمودند. مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی در برابر تمامیت ارتجاع هارا آخوندی نمادی از مقاومت عادلانه مردم ایران است که عزم جزم دارد این رژیم صفارت را با تمامی دستبندی های داخلی آن براندازد و نظام اینو بر اساس خواست مردم ایران پیافکند که در آن دیگر از شکنجه فرزندان مردم ایران خبری نباشد.